باشه. به حدی برد که هیچ چیز نماند، کلش برد، هیچ چیز نماند. از خانه شروع، از مادر چون نینمی خشکسالی خودش سبب تغییری وضع اقلیم است که افغانستان دچار از او است. کشورهای دیگه این وضعیتی که باران آمد، سیلاب شد، این خودش تغییر اقلیم است در دنیا، مثلا در افغانستان رخ داده. افتاده یک بار دیگه سیل آمده، خب به این اندازه نی کم بود. این سیل 5 برابر از او، 6 برابر از او عظمت و بزرگیش. در مجموع دره فضول که است 62 نفر شهید دارن. ما در سر ذخیره مسجد بودم، ویدیو میگرفتم. یک دفعه بسیار به من بس شدت بسیار قوی همین حجره مسجد از زد، از هم پاشید. سیل در درونای کنون و دانویگا هم پر شد. بعد از او خدا دکلیکین مسجد آوردم. فانک باز آیستا خود سر بام مسجد کشم. تو وقتی که ما از مسجد اداره جلسه کردیم، کاملا همه چیز از هم پاشیدم. این جایی که میبینی امیرخان است. امیرخان نام داشت، یک همسایه ما بود. اون موقعیت که میبینی او خانه یک برادر ما است، اون موقعیت میبینی خانه خود ما بود. اونجا خانه یک کاکای ما است، او دیگه خانه بچی کاکای ما. اینجا ما تقریبا 8 خانه زندگی میکردیم. من میگم در موقع هر دوی امور روزی که سیلاب سرازیر شد، وقتی که آمدیم در ساحه، مردم کم کم از هر جای پیدا شد. در مجموع حکومت شبش چون خواب نشده باشند، ولی فردای امروز عاجل دست به کار شدند. موترهای انترنشنال از مسیر تخار آمد، از مسیر مجموع از مسیر تخار آمدن. در اینجا ساعت 10 بجه بود که رسید. زخمی ها را انتقال دادن قندوز، تخار و بغلان. باز نان گرم بر مردم رسید، پارسل کردگی نان برنج و آب مدنی و کباب برای کسای دیگر که بود جایی که بودند برایشان رساند. در مجموع مردم از زیر پوشش گرفتند تا یکی از وضعیت تغییر بکنه. تا دیروزم سرمیاشت افغانستان مردم کمک میکرد، نان پخته کردگی برایشان میاد. اما من امروز شنیدم که اونا قراردادشون ختم شده باشه، قرارداد دادن نان رفتن. این مردم فقط مشکلی که بسیار زیاد برشان حاد و مهم است، فقط نداشتن سرپناه امن. این مردم در یک وضعیت به سر میبره که کسایی که سیل برده اینا نمیفهمن، سر سرنوشتشان تصمیم گرفتن نمیتونن که ما ایچه هستیم یا جای دیگه انتقال میشیم یا جای دیگه بریم. اگر در حکومت نهادها جو نکنن، نهادهای بین المللی، توجه مردم گم میشن، سیرای بیر میشن. این مردم رو شاید ترک کنن. تغییر اقلیم افغانستان در 5 سال اخیر خشکسالی را به بار آورد. مردم دهاقین زمینای للمه شد نمیکاری، مواشی مردم علفجات پیدا نمیکرد که بخورد. درختها زیاد بود، مردم مسیرهای سرک حتی دو طرفای سرک درخت بود. این کوها، این کوهای پیسر که میبینی درختای غنجه و خرد مردم میشه. در اینجا درختکات تو این پشتای خانه آمدگی بود. بطار مردم به شکل بیرحمانه چورش کردن، آوردن آتش کردن به خاطر ضرورتشان. درخت زدن، حتی درختای خنجر که در زنجای کویی است او را قطع کردن آوردن. مردم چون از این وضعیت نمیفهمن که چقدر مشکل به بار میاره. در کوها لشت شده، سنگا که وقت گرم میه زمین گرم میشه. افغانستان 40 سال اخیر شاید جنگای ویرانگر و خانمانسوز بود. یک دیگر خود را خیلی مردم قربانی کردن به خاطر رسیدن بر جاهای کرسی و یا یک بودجه بسیار کلان ضرورت است از جامعه بین المللی که توجه بکنه تا افغانستان از این وضعیتی که هست نجات بدن.